گرد و غباری که دلم گرفته، حوصله زیر و زبر نداره، ساقه خشکیده ی بید صبرم خم شده و نای تبر نداره. نیاد با این که آخرای قصه شنیدیم که میگن انگار خاک مرده توی شهر پاشیدن. ما نشنیدیم ولی میبینیم الان انگار خاک مرده توی شهر پاشیدن. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. این گرد و خاک کلا میاد اصلا سیستم ما همش میریزه به هم، مختل میکنه نفس کشیدن و زندگی کردن و رفت آمد و سی سال یه بار ما یه خوشسالی کوچیک داشتیم توی این منطقه خاورمیانه، هر 99 سال یه بار یه خوشسالی بزرگ. اما اون میتونی بگیم اون یک پدیده طبیعی بوده و پدیده نرمال بوده، یک نرمال بوده، دو طبیعی بوده. الان 10-15 ساله که این پدیده تشدید شده، تشدیدش غیر نرماله. غیر نرمال یعنی که با متوسط‌های وقوع اقلیمیش منطبق نیست. این یه نکته است. نکته دوم اینه که منشأ انسانی هم روش تشدید کرده. نمیدونم، چون که تا قبلا که نبودشون، حالا چند سالی ادوار مجددا اومده. ما تا دهه پیش گرد و غبار داشتیم ولی به این صورت نداشتیم. از کشورهای عربی هن این گرد و خاک ها میان اینجا به دلیل این صحرا و اینا که باد میاد و گرد و غبارا بلند میشن و حرکت میکنن به سوی خوزستان. ریزگردها از کشور عراق و عربستان میاد، ورودش هم 100% از خوزستان، چیزی که ما همیشه دیگه به قول معروف مشاهده میکنیم. قرار بوده مالچه باشی نفتیه چیه قرار بوده اینا بشه، خود دیگه مثل این که نشده. باید اقل تلویزیون هم خود میگه طالبانو خوش کردن، مثل این که نامه در مورد پدیده کلان با مقیاس بزرگ به نام اقلیم شناس به نام ریگرد که از آفریقا بلند میشه از 5 سال یک بار بلند، یعنی هم مقیاس زمانیش طولانی هم مقیاس مکانیش، میان درباره اون اظهار نظر میکنن. بعد میل زیادی هم به ساده سازی دارن، یعنی که میگن این سر اون بالا دست ساختن تاق نمیاد پایین، زمین خوش شد گرد خود تولید شده، یک شمری از به نام وزارت نیرو که جلو آقا گرفته ما بریم این شم رو مثلا بکشیمش دریش به صد و باز کنیم مشکل حل میشه. در حالی که اگر این دور بود و این گرد و خبار ریزگر باید در تابستون و پاییز میمد که زمین خشکه، این که شدتش توی اسفند ما باشه که درست زمین چندی ما بارون بارده هم تو ایران هم تو عرب زمین فیکس شده و قاطعا نباید تو گرد و غبار. سوال صادق شما، این حق شما از فرمان یک مخاطب عادی که جامعه دانشگاه ایران این سوال رو به شما جواب بده که این ریزگر چه منشأی داره، از کجا میاد؟ اصلا سوال سختی هم نیست، فقط باید صحیح شده باشه. من دانشگاه چمران نواز چرا این کارو نکردم تا الان؟ اصلا کلا خیلی بیماری، اصلا آقا ناراحتی قلبی داره، بیماری گرد و خاک، ما هرچم که داخل خونه باشه آخر خاک وارد هوای خونه میشه. به اورژانس شهر بزنید خودتون کامل متوجه همه چی میشید، از جوان تا پیر گرفته به دلیل همه شو تنگی نفس تو صف اورژانس میستن. نمیتونیم کارمون رو درست انجام بدیم، همش ویروس و مریضی وارد بدنمون میشه. قرار ببینید منطقه خاورمیانه، منطقه بین النهرین، اینا مناطقیه که به شدت خاکش آلوده مواد شیمیایی، یعنی جاییه که اصاب شیمیایی، اصاب مثلا آلوده دترجنت ها همه جا رها و خیلی تبر گذاشت در اینکه چون اونجا بارش کمه این خاک آلوده آلودگی رو خودش نگه می‌داره، حفظ می‌کنه. دولت الان باید یکی از کارهایی که بکنه اینه که جایی که مشکل گرد و غبار محلی دارن مثل خوزستان ایلام باید بره تمام دام‌های مردم محلی رو بخره و دیگه به اونا اجازه چلا نده، به خصوص به بوزها نباید اجازه چلا بده. یعنی که از دشمنان پوشش گیاهی که جا چرفتی بوز هست، چون بوز میره علف توی دامنه ها رو میکنه، لای صخره ها رو میکنه، باید اجازه چلا ندن دیگه. اصلا ما مراتع و زمین خوزستان اصلا دیگه استعداد و تمام چریدن نداره. این اگه یک اندک پوشش گیاهی بوده این باید بمونه که خاک رو نگرده. شما اون یه تیکه پوشش گیاهی رو
مستن میاد میکنه میبره و خب این خاکی حفاظت طبیعی که از دست میده. سلام، اینجا رامشیره، استان خوزستان و یک طوفان شن ممنونی از بچه های اهواز ماشد و آبادان دعوت میکنه به این چالش به پیوندن. به نظر من اگه مسئولین بخوان میشه درست شد. والا راستش بگم نه، نه تنها من، هیچ کس امید ندارم. من تقریبا امیدوار نیستم. من امیدوار نیستم چون من میدونم که این روند خوشسالی که شده گسترش پیدا خواهد کرد، بیشتر خواهد شد. این خوشسالی باعث خواهد شد که عرصه‌های بسیار بزرگتری از خاورمیانه پوشش گیاهیش رو از دست بره، اصلا وارد سیر قهقرا بشه. یعنی کاری کنن که حداقل گرد و خاک حداقل کمتر بشن، نه اینطور مثلا بخواد همش خاک خاک خاک. زمستون خاک داریم، تابستون خاک داریم، بهارمون خاکه. اصلا هیچ چیز سال پیش شهرداری اهواز یک نظرسنجی انجام داده بود که شما چقدر از سکونت در این شهر راضی هستید و اگر امکان مهاجرت براتون ایجاد بشه چقدر ممکن استقبال بکنید. 97% شهروندان شهر اهواز گفته بودن که ما از زندگی در این شهر ناراضی هستیم و اگر برای ما امکان مهاجرت باشه مهاجرت می‌کنیم. ریزگرد به واقع میشه گفت تیر خلاص رو میزنه به اون احساس حساب امنیت روانی مردم باید یه چشم انداز داشته باشن. قطعا تداوم ریزگرد اگر قرار بشه روزهای متوالی و مردم امیدشون رو به اینکه این میتونه حل بشه از دست بدن، حکومت داره زندگی توی خوزستان رو ناممکن میکنه برای مردم.